میتونم افتخار داره که در خدمت آقای رضا فراخوان باشه که برای مدتی برای مسافرت تشریف آوردن مونترال. آقای فراخوان همونطور که معرف حضور همه هستن از نویسندگان و معتقدان جدی ادبیات ایران هستن. ایشون تحصیلات آکادمیکشون رو در زمینه تاریخ در دانشگاه شیراز و بعد در زمینه ارتباطات در دانشگاه کنکوردیای مونترال ادامه دادن و در حال حاضر مسئول مجری و آموزش دهنده زبان فارسی در دپارتمان زبان دانشگاه کلرادو آمریکا هستن. کتاب های زیادی تعریف کردن. آخرین کتابشون حدیث قربت سعدی هست که در واقع نگاه نظری و انتقادی و فرهنگ تجربی به مبحث قربت داره. عرضم بازیاتون که خیلی متشکرم از همه دوستانی که تشریف رو بردن اینجا. در واقع موضوع بحث رو آقای پاشا به من پیشنهاد داد و بنده هم با کمال میل پذیرفتم که در باره فرمالیست‌های روس صحبت بکنم. ایشون یک مقدمه کوتاهی اگر رسیده باشه به دستتون درباره این جریان بیشتر تئوریک گذاشته بودن توی متن دعوتنامه که اونورا خونده باشید. حالا بنده خدمتتون عرض می‌کنم که اهمیت اینها چیه؟ واقعا ما چرا جمع شدیم اینجا درباره یک جریانی که در اوایل قرن در روسیه اتفاق افتاده الان صحبت بکنیم؟ اما عرضم به حضورتون که این دونو که معترضه بگم که به نظر من حسن این محفل فرهنگی شما اینجا اینه که به حالت رسمی نداشته باشید. بندم سخنران رسمی نخواهم، یعنی به این معنی که فقط یک ارتباط یک سویه باشه، یعنی من یک چیزایی بگم شما فقط مستمع باشید. اینه که بعد از صحبت عرض بنده هر گونه سوالی، نظری، انتقادی اینها دارید خواهش میکنم مظاهره نفرمایید و بگید. ما به هر حال نه اینجا بالای منبر رفتیم که ارتباط یک سویه داشته باشیم و نه بنده سخنران معظم محترم هستم و حسن زیبنده این محفل همین تئاتی افکار صحبت هاست و کلاس درس هم البته نیست. بنده در اون مقام نیستن که اینجا چیزی رو درس بدن، حتی در کلاس درس هم امروز جریان یک طرفه نیست، نه تنها اگر مثلا کلاس های که محتوای مشخصی داره مثل جامعه شناسی و روان شناسی، حتی مثلا زبانی که من کارم رو درس میدم که صحبت سر انتقال یه سری توانش هاست، حتی در کلاس های زبان هم امروز سعی میشه که جریان متقابل باشه، یعنی اون طور قدیمی نباشه. در حال این رو خدمت عرض کردم. کاری که من میخوام بکنم اینجا، من واقعا نمیخوام اینجا یک سری اطلاعات تاریخ ادبیاتی خشک و اینطوری در اختیارتون بذارم، برای که فایده نداره. شما یک چیزایی میشنوید و بعدم از جمعی بیرون فراموش میکنم. حتی نمیخوام خیلی چیزهای تکنیکی خیلی چیزی رو بگم، چون اون هم واقعا خسته کننده است، به خصوص برای بعضی از دوستان که ممکنه آشنا هم نباشه. کاری که من میخوام بکنم اینه که بر مبنای مفاهیم بنیادی این جریان یک چارچوب نظری، یک چارچوب، یک نگاهی رو در اختیار شما بذارم به شعر و ادبیات که در نهایت بگیم که خب پس به شعر یا به رمان هم میشه اینطوری نگاه کرد بر مبنای نظرات. نکته سومی که واقعا فرمالیسم یک چیز متعلق به گذشته است، ولی چیزی نیست که الان مثلا بنده فرمالیست باشن، یعنی مثلا سیمپات این گروه باشن، چیزی نیست که کسی پاش سینه بزنه، بلکه یک حرکتی است در یک مقطع تاریخی در روسیه اتفاق افتاده که اهمیتش همونطور که آقای پاشا اشاره کرده اینه که ادامه پیدا کرده حتی تا زمان حاضر، یعنی
انتقاد بدی کرده اول به از روسیه به پراگ، اونجا با مکتب پراگ، مکتب ساختارگرایی پراگ که بیشتر زبانشناس بودن، البته نه لزومن سوسوری، بعد با اندیشه های سوسور آشنا قاطی شده، شده مبنای چیزی که بعدها شناخته شده به عنوان ساختارگرایی به خصوص در فرانسه. یعنی آقای رومن یاکوبسن که از این مکتبه، این 1921 میره پراگ، اونجا هست، بعدم که جنگ میشه و پراگ میفته دست کمونیست‌ها، میره در پاریس، مثلا اونجا خیلی هشت پیدا میکنه با لوی استراوس که یکی از وزنه‌های سنگینیست در زمینه مردم شناسی در قرن بیستم و مردم شناسی ساختاری. بعدم حتی رگه‌های از اندیشه‌های اینا رو شما در جریان‌های پسا ساختارگرایی می‌بینید. یعنی واقعا من وقتی داشتم مقالات اینا رو مرور می‌کردم برای این صحبت، بعضی چیزاشون احساس می‌کردم که انگار دیروز اینا نوشته شدن یا هم امروز نوشته شدن. در حالی که در جریان‌ها تموم شد، دیگه ادامه نداشت. مثلا همون موقع مثلا داداییزم بود، نمی‌دونم در خود روسیه فوتوریسم، فیوچریسم بود و در جای اروپا در حال مقطعی است که مدرنیسم اروپایی و آمریکایی در حال شکل می‌گیرد. خیلی جریانات در کار. خب قبل از اینکه برم سراغ اصل مطلب، دوست دارم که دو تا پیش زمینه تاریخی به شما بدم. این خیلی کمک میکنه به اینکه قضیه رو ملموس‌تر میکنه و در یه پرسپکتیو آشنایی قرارش بدم برای شما که بعد که به نظرات توریست‌های مکتب پرداختیم قضیه کمی روشن‌تر بشه براتون اگر نیست. یکی این پیش زمینه‌ها یا زمینه‌ها یا کانتکست ها، این کانتکست هم از اون واژه هاست که اون در فارسی باشه مشکل داره. مشکل ما سر نمیدونم چیزای گنده گنده نیست، حتی اصلا بعضی وقتا سر همچی کانتکست ما مشکل داریم در فارسی. برحال یه اولی کانتکست یا زمینه، زمینه تاریخی قضیه است در خود روسی. شما ببینید در این مکتب در فاصله سالهای 1915 تا مثلا فرض بگیریم تا 1929، چند سالی بعد از مرگ لنین، در روسیه شکل میگیره. این مقطع در تاریخ روسیه خیلی مهمه و عصر واقعا شکوفایی از هنر و فرهنگ و عرض کنم شاعرهای گردن کلفتی مثل مایکوفسکی، یسنی، آن آخماتوها، اینا همه اون دوره به وجود میاد. یا سینما، سینمای آیزنشتاین ولی اون دوره هست. در تئاتر شما مثلا مایرهولد رو میبینید. اینا همه واقعا با ایدئال بسیار بکر و تازهی وارد صحنه میشه. در یک تاریخی هست، این رو بگم بهتون، که بعد از انقلاب 1917، خب این مکتب با ادعاش که هنر جز فرم هنر نیست و ادبیات جز همان فرم ادبیات نیست، یک کمی اشکال ایجاد میکرد و به خصوص از طرف رژیم که اون موقع بلشویک شد. اولین حمله رو شما به این مکتب از طرف تروتسکی میبینید. تروتسکی آدم فرهیخته‌ای بود برخلاف استالین. برخوردش با اینها اینه که شما با پرداختن به فور تاریخ رو نادیده می‌گیرید. تاریخ به معنی مارکسیستی قضیه، یعنی مسائل مبارزه طبقاتی، کشمکش‌های اجتماعی، آرایش طبقاتی و اینها
و این جنبه رو شما در تحلیل اثر ادبی خودتون نگاه نمید. من اول یه چوتسکی رو سالها پیش خوندم، یادم نمیاد، ولی اصل مطلبش اینه که البته یکی از این اثرات فرمالیست جواب بسیار زیبایی بهش بده که خیلی مهمه. به چوتسکی میگه بله، فرق ما با شما اینه که، یعنی شما به عنوان منتقد تورسیان مارکسیست، اینه که شما از بیرون به اثر ادبی نگاه میکنید، ما از درون. این خیلی مهمه، این تقابل و این دوتایی بیرون و برون یا داخل و خارج مهمه. و واقعا هم همینطوره، یعنی اینها با مسائل اجتماعی ضمن اینکه نفی نمیکنن، ولی منظورشون و مد نظرشون در درجه اول چیزهای بیرون از اثر ادبی نیست. حالا توضیح میدیم که یعنی چی. بعد نگاه بکنید یه حرفی داره این آقای آخنبان درباره خود این تئوری و به طور کلی تئوری، میگه که وقتی که احساس کردیم، من سردستی ترجمه کردم، وقتی که احساس کردیم یک تئوری از پیش آماده قادر به تشریح همه فکت‌های گذشته و آینده است، آنگاه به این نتیجه باید به این نتیجه برسیم که این تئوری، یعنی یا مسئلهش بیشتر تئوری خودشونه، به پایان خود رسیده است و روح علمی از آن رد برمزده است. خب این حرف اصلا به مزار مارکسیست رو خوش نمیاد، برای اینکه به خصوص در روایت استالینی مارکسیستی و مثلا تئوری های ژدانوفی برای ادبیات سوشیالیستی واقع‌گرایی اجتماعی، این حرف اشکال ایجاد میکرد، کار دست اینا میداد، چون اونا مارکسیست برایشون جواب همه چیز رو میداد و باید میداد. اینا این نگرش به تئوری اون موقع ابراز کردن که بسیار نگرشی است که همین حالا هم قابل استفاده است. خودی آخنبان فرمالیسم رو به عنوان تئوری یا فرمال متد ازش یاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی تئوری روش سوری. حالا زمینه دیگه که من میخوام براتون بگم زمینه ایرانی قضیه. ما در تاریخ ادبیات معاصر خودمون به مسئله فرم و فرمالیسم چطور نگاه میکردیم؟ چجوری باید ببخشیم؟ به طور خلاصه براتون بگم که از خصوص از 32 به بعد در فرهنگ ادبی ما فرمالیسم یعنی معادل بود با انحطاط. یعنی اگر به شاعر میگفتن این فرمالیسته، یعنی شاعر منحطیه. حالا این منحط از کجا اومده بود؟ این دقیقا برگرفته شده بود از اون برچسبایی که در دوره روسیه استالینی به کار میرفت، مثل بعضی از مفاهیم دیگه. اینا یک دفعه اومده بود وارد جارگون ادبی ایرانی شد. اخیرا من یه مقاله میخوندم، بسیار مقاله خوبیه، از آقای بابک امیرخسروی. من توی این صحبتم از این گریزان میزنم و همش با چیزی اینا در متن قضیه حاشیه نیست. آقای بابک امیرخسروی که از خودش از تولیه‌های قدیمیه، درباره این حق ملیت‌ها برای تعیین سرنوشت خودشون رو این رو نشون داده بود که چطور این از این ادبیات روسیه شوروی در زمان استالین وارد فرهنگ سیاسی ما شده، از این چیزا زیاد. و مثلا یه جدالی بود اون موقع ها، مثل جدال شعر کهنه و نو که یه ده کهنه گرا بودن یه ده نو گرا و داستان هایی داشتیم،
اینجوری بود که این گفتن نه آقا این شاعر فرمالیسته و منحته و اون برش شاعر محتواگرا بود، یعنی مردمی بود، پیشرو بود، به خصوص بعدا هم که با مفهوم تعهد سارتری قاطی شد این به اصطلاح این شباق بیشتر حاد شد. من آدم تعجب میکنه مثلا یک دانشمندی مثل آقای شفیع کدکنی یک کتاب اون سالان رشته بود، دون کتاب که بخونید میبینید که آقای شفیع کدکنی که البته ایشون استاد ادبیات کلاسیک هست ولی گاهی وقتی وارد ادبیات معاصر میشن حرفشون اشکال پیدا میکنه. امیدوارم مشهدی اینجا کسی نباشه که از دست من دل خور بشه. آقای شهرستانی که با ایشون فامیل هم در اون کتابی که آقای شفیع کدکنی رویایی رو اوج انحطاط قلمداد میکنه. حالا اون برش کیا بودن که منحط نبودن؟ اصلا آدم تعجب میکنه در تئولوژی حالا که آدم نگاه میکنه آقای شفیع که هیچ وقت فکر و ذکر سیاسی نداشته، چطور این مفهوم به شدت مارکسیستی اونم نوع نازل مارکسیست رو به کار برده انحطاط، انحطاط و منحط. مثلا یه نمونه براتون بگم، در طول سالهای استالین و حتی بعدها، این اواخرش رو نمیدونم، موسیقی جاز در شوروی موسیقی منحط بورژوازی بود. یعنی همین هنرمندهایی که در زمینه جاز پیدا شدن در روسیه شبا یواشکی به رادیو آمریکا گوش میکردن که موسیقی جاز رو ببینن باش چجوریه، ولی منحط اعلام شد. حالا این در آقای شفیع اون برش مثلا خب مثلا اخوان هست، نیماره که نمیشده نادیده بگیره، فروب اینها اخوان به خصوص از این آقای که خب مشهدی هم هست، هم متعهد هم شعر پر متعهد میگه هم و شاملو هم اون وسط تکلیف شوشه نبود که بالاخره فرگرار یا میشه. یا مثلا حتی اخیراً من یک اصلاح نظری خوندم از خانم دانشور که در مورد گلشیری گفته بود که گلشیری نویسنده ساختارگراست. ساختار، حالا اگه به معنی کلیش بگیریم نمیدونم چقدر در مورد گلشیری مصداق پیدا میکنه، اگه ما اونه تخصصیش بدیم گلشیری اصلا ساختارگرایی به گوشش هم نخورد. حالا میگم دانش ما چقدر دور راجع به این مسئله، ما که میگم یعنی قاطبه اهالی کتابخونه اینها و یعنی در زبان خانم دانشمند یعنی هم فرمالیست و حالا از این طرف دیگه که نگاه بکنیم ساختارگرایی که اصلا چیزی نیست که براش بر مبنای اون آدم بخواد رمان بنویسه یا داستان بنویسه. خب این مکنیتی یک روش تحلیلی آثار فرهنگی و ادبی است، نه اینکه آدم بخواد بگه امروز من بخواهم داستان ساختارگرا بنویسم. این نیست. تا قبل از انقلاب دانش ما درباره این جریانات مثل فرمالیسم بسیار اندک بود. شما که اگر سنتون قد نمیده ولی دوستانی که هم سن و سال من رو بدن هستن میدونن مثلا ما یه چیزی داشتیم مکتب های ادبی سنت و سنی اینا که من توش نبودیم از یک کتاب بسیار قطوری استاد زرکوب نوشته بود به اسم نقد ادبی. در سر تا سر این کتاب از سنت نقد ادبی در اسلام و فرهنگ اسلامی ایرانی و غرب و اینها باید 300 راجع به فرمالیست های روز استاد نوشته و 300 که اگر شما رو گمراه نکنه هیچ اطلاعی هم به شما نخواهد داد. اصلا کل اون کتاب با برخوردی که امروزه ما با تئوری ادبی داریم که شما رو بهتون چارچوب نظری میده که پایه اثر برخورد بکنید، از این لحاظ هیچ فایده نداشت. بیشتر به درد این میخورد که آدم همه این محفوظات رو حفظ کنه و بعد بره از استاد یه نمره آ یا مثلا آ ماینس چیزی بگیره.
بله، اما انقلاب که اتفاق افتاد، خب اون شوکی که به همه وارد شد، خب یک سری تجنظرها، یک سری جریانات تازه مطرح شد، مفاهیم تازه مطرح شد. مثلا شاید شما اون موقع سمسان تو خیلی کم بود، ولی مثلا یه مفهومی مثل توتالیتاریزم ما اون موقع نمی‌دونستیم. باور کن شما نگاه کنید به ادبیات اون موقع گروه‌های سیاسی، مثلا یه گروه کارگر مثلا گفت این رژیم بورژوازی کلریکاله، حالا این از کجایی از لنین در آورده بود و میخواست پیاده بکنه و یه جمهوری اسلامی خدا میدونه، به چریک های چیزی میگفتن، مجاهدین کردن، مباحث دیگه داشتن. من یادم میاد یه روز حتی فاشیسم رو میدونستیم، اونم به طرز احساساتی به کار. من یادم یه روز با آقای بلشویک زندگیان داشتیم با میرفتیم و من یادم این رمان کرگدن اوژن یونسکو افتاده بودم. میدونید که اونجا در اون نمایش اگر اشتباه نکنم آدم ها یکی یکی کرگدن میشن و اوژن یونسکو که اونم بیرفت به این مسئله نیست تمثیل کرگدن رو برای فاشیست شدن آدم ها به کار میبونم. من به گلشویک میگفتم مثلا ببین ما مثلا در این رفقای خودمون مثلا دختره خیلی خوشبرارویی بودن، نمیدونم کافه میمدن، آبجو میخوردن، میرستن، بعد یک دفعه میدید که در توی دگردیسی یه پیرهن چینی میپوشیدن و مثلا یه آرایش نمیکردن، حتی یه نرسلیلی هم میذاشتن و دیگه اصلا نمیشد، اصلا نمیشد حرف زد باشن، چون هر لحظه اون ممکن بود حکم اعلام آدم رو داده، مثلا طرف مثلا سیمپاتایزر چریکا شده بود یا چی؟ من به گلشویک میگفتم ببین ما داریم هی از گوشه بغلمون این کرگدن شدن آدم ها رو میبینیم، اونا با آره راست میگه یا این چیز جالبه نه، همون موقع ما برخوردیم به جبهه دانشگاه بود باور کن من یادم میاد، خب برخوردیم به آقای اسماعیل خویی، گلشویک بهش گفت اسماعیل فکر نمیکنی ما شاید روند کرگدن شدن هستیم، خویی برگشت گفتش که مسئول فاشیسمه، گفتیم آره، گفت نه آقا فاشیست لازمش صنعت بزرگه و چون ما در ایران صنعت بزرگ نداریم پس فاشیسم هم نمیتونیم داشته باشیم. این واقعا این مشاهدات خود من نمیشه بلو نمیدن، یعنی چی؟ یعنی میخوام اینو براتون بگم. بعد یهو شما میبینید که دو سه تا اگر اشتباه نکنم ترجمه از کتاب مهم آن آرنت در مورد خاصگاه توتالیتاریسم منشر بشه، این کتابی است که اساسی در این زمینه. عرض کنم که بحثای رمانه های مثل کندرا مطرح میشه. یه مثال دیگه براتون بگم، مثلا رمان شوخی کندرا این قبل از انقلاب تو مجله تماشا در اومده بود ولی هیچ کس نخونده بود، هیچ کس به اهمیتش دقت نکرده بود، شاید هم همه یه طور سانسور باعث شد، ولی خب شما میبینید که بعدا یکی از نویسنده‌های پرفروش میشه. یا مثلا آقای میلانی کتاب مرشد مارگریتا بولگاکوف رو در یه خانومی اسمشون یادم نیست اگر اشتباه نکنم شاید گلشنک داریوش که مثلا قطره اشکی در اقیانوس رو در واقعا دو نفر که به حق باید گفتش که این اندیشه‌های تازه رو عنوان میکردن در مجالس محافل ما، اول آقای دکتر براهیمی بود که اونم خودش مواضع دیدگاه هاش تغییر کرده بود که اول بار من از زبانه ایشون شنیدم و بعد خانم آذر نفیسی در محفل ادبی که ما داشتیم اینا و در جاهای دیگه صحبت این جریان ها شروع کرد. ما آقای میلانی خیلی نقش داشت در این قضیه و مقالاتی که اون موقع نشر کرد و دیگر ایزا بچه مذهبی ها یواشکی مواعظ گوش میکرد و در طول زمان دیدید که خالوناشون کج شد به اصطلاح، یعنی اصلاح طلبایی که حالا میدیدیم چیزه اینا، البته خب اونها از فرصت های دولتی هم استفاده میکردن، میرفتن خارج درس میکنن، با
خودشون دانشگاه میرفتن اینا. بچه های لایک نه، ماها با بدبختی زندگی میکردیم و این مباحث رو ادامه میدادیم. اینجوری میخوام بگم که اون موقع بود که ما فهمیدیم که این چیزی که به صورت فوش و به صورت برچسب چیز در ادبیات ما به کار گرفته میشد، این مثلا ربطی نداره به فرمالیست، اصلا میتونه فوش. حالا فرمالیست ها کیا بودن؟ چی میگفتن؟ ببینید یه ادعا داشتم که قبلا گفتم براتون، الان تکرار میکنم، که میگفتن هنر همان فرم هنر. این یه کمی چیزه، حالا ما تعجب میدید یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی ما محتوان همش فرمه ها؟ ارزم به حضورتون که این رو باید به این صورت بشکافیمش که ببینیم که مقصود اینها این قضیه چیه. اولا اینها در اول فرم رو به کار بردن، بعد همزمان یا اندکی بعدتر تکنیک رو هم به کار بردن و ساختار. اما ساختار به اون مفهوم خاصی که مثلا بر مبنای زبانشناسی سوسوری هست و بر مبنای ساختارگرایی چیزی تشکیل میده، نه ها، یعنی به صورت به مفهوم عام هر چیزی ممکنه ساختار داشته باشه، از یک ساز گرفته تا یه ماشین. شما میتونید واژه ساختار رو اشتباه کردید. چیزی که اینا انبار میکردن و مهم این بود که ما به دنبال روشی هستیم که اثر ادبی رو من حیث خود اثر ادبی مورد تحقیق قرار بدیم، یعنی با یه دقت و با یه نوع روشمندی که خاص علوم دقیقه هست. یعنی چی؟ یعنی ما برای اینکه بخوایم به یک اثر ادبی بپردازیم، هی نهیم تاریخ زندگی نویسنده رو نمیدونم این چیزا، نگاه بکنیم ببینیم خود این اثر چطوری شده، چشم با چه فاکتورهایی و در مجموع چه فاکتورهایی بوده که ما به این میگیم این شعر، این داستان، این چه کار داره توش، چه مکانیسمای اتفاق میفته. برای این گفتن که ما تحقیق درباره ادبیات کافی نیست، ما باید برسیم به چیزی که اونها بهش گفتن ادبیات ادبی. ما ببینیم ادبیات یک اثر چی هست. دوستان در تورنتو زندگی میکنه به این کاربست پسوند ایت در زبان ما که گاهی هم من به کار میگیرم ایراد میگیره که این چیز عربی و چه بود. اصلا مهم نیست که عربی هست یا هر جایی. اولا عرب ها با این شمولی که ما به کار میگیرم، عربی امروز میگم، اصلا اونا به کار نمیگیرن و با اون معانی که ما از این استفاده میکنیم اونا به کار نمیگیرن، به تعداد کلمه محدودی دارن به معانی متفاوت از ما و اصلا املاشون هم با ما فرق میکنن. اونا با تار تنیس میرسن از این تاری کوچیکی که دوتا نقطه روشه، در حالی که ما با ته میرسن و ما چاره نداریم برای این مباحث بسیار چیز مجرد و مباحث تئوری خیلی مورد نیاز این پسند ایت. این خود نیست آقای آشوری مثلا یه مدرنیت، حالا اینجا هم از ادبیات ادبیات. در واقع اولا تلاش اینها، پروژه اینها حرکتی بود ضد سنت هرمیوتیک. سنت خانش هرمیوتیکی مرد دنبال معناست در اصل. اینها مبناشو فهم بوده، گفتن نه ما
مبنای حرکتمون نقطه عظیمتمون صورته. اگر هم به یه معنایی خواستیم برسیم، اول برای ما تکلیفمون با صورت، با فرم یک اثر روشن بود. اینه چه؟ بعد با نهاد آکادمی که اون موقع در روسیه چیز داشتن دیگه، به هر حال کانفلیکت کشمکش داشتن دیگه، مخالف اعتماعش کمی شبیه به نهاد آکادمیک مارس در ایران در زمینه ادبیات. مثلا نهاد آکادمیک این موقع همچنان که در ایران اصولا ادبیات ما اونه خدمتون بگم ادبیات به مفهوم معاصر خارج از آکادمی در ایران شکل گرفته، در روزنامه ها، در محافل ادبیات، بعضی ادبیات آکادمی که ما خیلی خراب هنوز هم، حالا که دیگه خیلی چیزه، حتی اون موقع ادبیات نگرش آکادمی که خیلی برای ما آشناست، باید برای یه اثر ادبی میخواد اول مثلا یکی از کارهایی که میکنه پیش زمینه تاریخی این اثر رو به شما میده، مثلا مثل اصل حافظ نویسنده و دیپلمات معروف ایرانی غنی انواعش هست، یا اثر ادبی رو بر مبنای جنبه های اخلاقی و اجتماعی اون اثر مورد تحقیق قرار میده، انواع دیدی بیا انواع اصلا چیزایی که راجع حافظ و سعدی خواهر میشه، یا بر مبنای جنبه های فیلولوژیک، این لغتیست که فرمایستو بکنم برای اون فیلولوژیک رو ما بهش در فارسی میگیم فقه اللغت، یعنی همه این مباحث، این که بالاخره این واژه در این شعر حافظ به چه معناست، ریشه‌اش کجاست، اینها و همه اون چیزایی که الان میبینید در ایران هست دیگه، اینها در واقع لغت معنی حافظه. در بهترین حالتش مثلا شما حافظ شناسی خرمشاهی رو وقتی نگاه میکنید کمتر میره تو ادبیات حافظ، بیشتر لغت معنی براتون میکنید، مثلا اینجا بیم به این معناست، اون به اون معناست، اینا گفته اینا گفتن، خب با این چیز کار نداریم. از طرف دیگه یک رقیب تقریبا گردنکلفت دیگری هم موقع در روسیه بود، سمبولیست های روز که با اونها اشکال داشتم. سمبولیست ها اگرچه مکتب خیلی آوانگارد بود در زمان خودش، ولی هنوز اصالت رو به معنا میدادن. حالا برای روشن شدنش باز چیز میخواییم فرمولیست ها اینجا از این لحاظم با ارزم با حضورتون که سمبولیست ها اشکال داشتن. یک نقل قولی از آقای یاکوبسن، رومن یاکوبسن براتون بخونم در برای پروژه فرمالیست، میگه که موضوع ما، موضوع فرمالیست علم ادبیات هست، ادبیات موضوع ما نیست بلکه ادبیات ادبیات هست که آبجکت یا موضوع ما هست، یعنی آنچه که یک اثر را به صورت یک اثر ادبی در می آورد. تا کنون مورخان اینجا مثال می زنه، میگه مورخان ادبی مثل پلیسی هستند که تا کنون اینطوری رفتار کردن که برای اینکه یه آدم مشخص رو بگیرن وارد آپارتمان میشن، تمام ساکنان آپارتمان رو میگیرن، حتی یکی هم که تو خیابون داره رد میشه اونم میگیرن، ولی ما فرمولیست ها اگر میریم دیگه نمیدونم پدر و خانواده مؤلف رو کاری نداریم، ما اثر رو نگاه میکنیم، خود اثر رو. ما میگه که در اون به اصطلاح سنت همه چیز از فلسفه، سیاست و بیشتر زیباشناسی اینها ازش بهش پرداخته میشه، ولی خود اثر ادبی یا هنری به صورت یک موضوع دست دوم در نهایت باش برخورد
در حالی که برای ما یعنی برای فرمالیست ها خود اثر هست که مهم است. خب من اینجا سعی میکنم که دو سه تا از مفاهیم بسیار عمده این مکتب رو برای شما کمی بشکافم. سعی میکنم اینا رو در ادبیات خودم مادرگاهی بکنم. یه حرفی شوکولوفسکی بازی یکی دیگه از فوالیسیان های مکتب میگه که هر تجربه کردنی یه تجربه هنری ما در واقع تجربه این شی نیست، بلکه تجربه هنریت این شیه. یعنی چی؟ یعنی اگر بخواهیم بهش کافیمش حالا زنگ کنیم مثال رو بیشترم بگیم، یعنی که هنر کاری که میکنه نوع دریافت ما رو، پرسپشن ما رو از موضوع شکل میده. بفهم میفهمم؟ و اصلا یعنی چی که ما فرم رو کنار بگذاریم و ببخشید محتوا رو کنار بذاریم و بگیم اصل همان فرمه یا تکنیک. مثال خیلی ساده شو براتون بزنم. ببینید شما اگر نگاه بکنید نه حالا ادبیات جهان، در خود ادبیات ما سنت شعر عاشقانه رو در نظر بگیرید. از شهید بلخی که میگه مرا به جان تو سوگند و سهم سوگندی که هرگز از تو نگردم نوشتم قندیل، یکی از زیباترین غزلهایی که از اوائل ادبیات فارسی هست، تا بیاید سردی، تا بیاید حتی فروغ و شاملو و اینها. من این رو از رولن بارت براتون اینجا نقل میکنم که خودش هم از منبع دیگه گرفته، اونم یادم نمیاد. میگه همه اینا رو اگر شما تقلیل بدید یک گزاره از توش بیشتر باقی نمیمونه و اون گزاره اون هست من تو را دوست دارم. یعنی من سال هاست که من ریاضی نخوندم، من دیپلم ادبی داشتم، ولی اون موقعی که ریاضی میخوندیم جبر میخوندیم یه عبارت های جبری بود بهمون میدادن خیلی طولانی بودن، میگفتن اینا رو خلاصه شده چه میگیم، بعد یهو مثلا یه معادله یا این قضیه میشد یه چیزی مثلا اینقدر که A مساوی است با B ضرب در C. این هسته اولیه اون بود دیگه. شما حالا همه این شعر رو اگر چیز بکنید همین و اتفاقا این گزاره یا این عبارت تو سریع هم هست به این صورت البته تو را من نیست خلاف هرچه در آدم هست. ولی خب شما میبینید سعدی رو میخونید، فروغ رو میخونید اینا و هیچ وقت به قول اینجا یه بورینگ براتون نمیشه، در حالی که حرف یکیه، اصلش همون، ولی از هر زبان که بشنوند سخنی نامکرر است. چرا اینطور نیست؟ اینه که هر شاعری تکنیک خودش رو آورده دیگه، شما هر بار اینو با یه تکنیک تازه این میخونید، پس اصل اینجا تکنیک، اصلا کل موضوعاتی که بشر باشه درگیره در این کره خاک چیزای محدودی نیست. من عشق، زوال، حسادت، ولی خب اینها رو شما میبینید همینطور. اگر واقعا عرض کنم که مسئله فرم نبود، ما همون غزل شهید بلخی برامون کافی بود، یا مثلا در سطح جهانیش مثلا غزل‌های سلیمان که اونم یک متن عاشقانه است دیگه، به قول برخس میگه اولین و عظیمترین متن عاشقانه دیگه، بعد از اون یعنی احتیاج نداشتیم ماهی بگیم تو را من دوست دارم تو را من دوست دارم. ولی یا مثال دیگه میزنه، میگه ما معمولا الان همینجور که ما هستیم ما دیوارهای اتاق نمیبینیم، ولی اگر یه نقاشی از این مجلس ما یه تصویری بکشه شما دیوارها رو میبینید، اصلا ممکنه یه نقش خاصی به دیوارها بده، یک سنگینی خاصی به دیوارها بده، ولی ما در زندگی عادی نمیبینیم. یا یه مثال دیگه
شکروسکی زده میگه که همین غلط های املایی انشایی که گاهی در نوشته خود ما هست ما اینا نمیبینیم برای پروف بدهیم برای غلطگیری معمولا یه چشم دوم یا سوم استفاده میکنیم به خاطر اینه که آدم نمیبینه. کار هنر اینه که این دیوارهای این اتاق رو به شما به رخ شما به دید به نگاه میاره در معرض نگاهش. پس اینجا باز مسئله فور یه تکنیک هست که آن این جمله قشنگی از شکروسکی براتون میگم. میگه دریافت هنری آنگونه دریافتیست که ما از رهگذره هان فرم را دریافت میکنیم، شاید نه فقط فرم اما یقیناً فرم. یه نقل قولی از مایاکوفسکی براتون بگم که البته مایاکوفسکی شاعر بسیار زیبای شعرهاش بود، خیلی هم انقلابی بود و میبینیم که بلدن خودشو کشت. میگه که هنر نسخه برداری از طبیعت نیست بلکه عزم و یا اراده ایست برای اخلال در طبیعت، در واقع اخلال در دریافت ما از طبیعت. یعنی که این کاریش که هنر میکنه. پس اصولا این جدا کردن فرم از محتوا امکان‌پذیر نیست. شما نمیتونید یه اثری رو بگید، یه شعری رو، یه نقاشی رو، یا رمانی رو بگید که عجب فرم زیبایی داره ولی خاک بر سر محتواش. نمیتونید. اگر هم بتونید بگی، ممکنه بگی، وقتی که اون اثر کامل پرداخته، تام و تمام نباشه، اثر ضعیف میشه. ولی اثری که به کمال خودش رسیده، مثل شعر حافظ، مثل غزل حافظ، ما نمیتونیم از هم جدا بکنیم. اما این نکته خیلی زود بگم، این عجب دانستن محتوا به فرم که گفتم از چه آبشخوری اومده بود رفت، این که مزاد ایرانی ما یک کمی خوش نشسته بود، یک خود نیست که تکرار میشد دیگه در فرهنگ ادبی ما. ما ایرانی ها و ایرانی های مسلمان همیشه دوست داریم که یه جوری خلاصه برای تجربه های صرفا استاتیک خودمون یه وابسته حالا نه همیشه معنوی ولی عموماً معنوی اینها پیدا کنه. اصلا من یه عمویی داشتم ما را میبرد سینما ولی به شرط اینکه بعد از فیلم بهش میگفتیم نتیجه اخلاقی این فیلم چیه. حالا فکر کنید مثلا بعد از فیلم اسپارتاکوس من قرار بده برای عمو بگم نتیجه اخلاقی این فیلم چیه، ولی این شرط ایشون بود. یا مثلا شما نگاه بکنید مثلا ما ایرانی ها مثلا این حکمت عوام ما، من نمیگم حکمت عوامانه، بلکه در حکمت عوام ما مثلا میگم سماق رو اگر روی کباب بریزید خوبه، به خاطر اینکه یک سمی در گوشت هست که این میکشه از بین میبره، مثل اینکه خود لذت سماق، رنگ سماق کافی نیست و حتما باید یک خاصیت سودمندی اوتیلیتاری هم داشته باشه. این مثال پیش با افتاده نیست. شما در یک منظر کلان که نگاه میکنید، خب در مقطع انقلاب شما نگاه میکنید تز اصلا اسلام و حکومت جمهوری اسلامی در بیرون این فایده ثانوی مثلا اون قضیه سماقه بود دیگه. آقا کار دولت یک کار مشخصی، دولت مدرن هم این امنیت فلان تأمین نون و آب مردم فلان، ولی معنویت کار دولت نیست. ولی شما میدونید در دیسکورس حالا روشنفکری دینی یا نواندیش دینی هنوز باز این هست، یعنی نهادها و روندها باید حتما یک
جنبه معنوی میشه. تهشو که برید به خیلی چیزا برمیخوره. یعنی اینکه ما همیشه دنبال یه چیز روحانی معنوی هستیم و اون چیزی که صرفا با بدن سر کار داره این میخوایم نرف بکنیم. وزیر راه و ترابری آخو چه کاری به معنویت من و شما داره؟ ولی یادتون باشه اول انقلابی که از نطقه های آقای خمینی این بود که ما میخواییم انسانیت شما رو به شما برگردیم. درسته؟ هیچ کس نپرسید که آقا انسانیت ما پیش شما چه کار میکنیم؟ که میخواید به ما بر بگردیم. یعنی اصلا خلخالی چه معنویت و انسانیت رو میخواد به من رضا فرخار بگردیم؟ ولی خب این جوری بودی ما حکومت دینی میخواد نمیشد بکنه هنوز هم نمیشد در حال خب این مثال رو بردم الان من داشتم یه تحلیل ساختارگرایانه برای شما بودم یعنی از رفته از سما به فرم حکومت به دیسکورس حکومت در یه فرهنگ سیاسی ما این یه مدل ساختارگرایانه حالا مفهوم مهم چقدر من وقت دارم باشه جمعا تنظیم کنم کنم که خیلی مباحث هست که سی دقیقه سی دقیقه شما این چه دو پنج یه مفهوم خیلی مهمی دیگه ای که اینا مطرح کردن مفهومی است که اینا اختیار کردن برای اینکه بالاخره این هنر حالا با فرم مرتبه چیکار میکنه به چی کار ما میاد؟ گفتن که هنر اگر بخواییم با توجه به اون معیاری که گفتیم مطالبی که عرض کردن هنر حرکتیست جهت خلاف و مخالف اتمیزم دریافت ما و اسم این کار را اسمشو گذاشتن آشنایی زدایی دیفامیلیرزیشن بعضی هم در فارسی بودشتن قریب گردانی ولی در حال آشنایی باره مثبتی در زبان ما داره ولی اینجا این نیست که آدم ها رو هم قریبه بکنه نه به این معناست که عادت ما عادت میکنیم چشم ما دریافتای ما عادت میکنه به عموم کار هنر اینه که یک دفعه پرده عادت رو از جلو چشم رو پس میبره و ما رو با یه منظر تازه ای از زندگی روزمره روبرو میکنه در واقع این کار چه کار میکنه؟ این میکنه چطوری اتفاق میفته؟ با کار فرم در اینجا در واقع دریافت ما رو از یک پدیده یک شی غلظت، ژرفش و درنگ اگر بگیم به فارسی درنگش مثلا نمیدونم من مشغله لغت‌سازی ندارم ولی معمولا ما از روی اشیا و پدیده ها میگذاریم ولی هنر به ما با فرم خودش از ما میخواد که درنگ مثالی براتون بزنم یعنی پدیده رو بیشتر بهش گفتیم ببینید فاید سعدی یک مثالی داره میگه که بنیاد ظلم اول اندک اندک بود بعد بران افزود بیشتر این حکومت های توتالیتر مثل هیتلر اسپالین اینهایی همون حکومت خودمون اینها اندک اندک یک کارایی رو کردن یعنی اول اومدن دور اعدام مثلا چند تن از افسران رژیم سابق شروع کردن آدم بده ها اینها کسی اعتراض نکرده اینها بعد کم کم کار رو جایی رسیده که خب ادامه های زیاده شد و مثلا من خودم یادم میاد اون موقع که خاطرات این زندانی های یا چیزای یهودی اینها رو در بازداشتگاه ها میخوندن و خودم گفتم یعنی چه؟ آخه این آدم که میبینه داره میره الان به اتاق گاز میبرشه چرا نمیپره؟ ولگوم اون دشکین رو گاز بگیره لاغر در آخرین لحظه اگر من بدونم دو ساعت دیگه میمیرم بعد کم کم در جمهوری اسلامی بود که فهمیدم کار به این سادگی نیست چون قبل از اینکه این مرحله برسی اصلا به یه مرحله رسیدی که یا عادت کردی یا اصلا دیگه تبدیل به یه گوشت
لخت شدی که هیچ ایمپولسی نداره، هیچ چیزی نداره. هر سرنوش رو قبول میکنه. مثلا یه رمانی من ترجمه کردم، اما دوباره تجدید چاپ شده. یه روز از زندگی ایوان دونسویچ. چاپ اولش هم آمد بزرگیم کرد. عرضم بزرگتون که در اونجا ببینید که این آدمی که تو اردوگاهه آخر شب چون یه فقط یه قرص نون کش رفته اضافه بر جیرهش میبره این زیر لاغ و یواش یواش میخوره و اون روز براش عرش رو سیر میکنه. یه برید که قرص نون انگار که ما اینجا رفتیم به بهترین رستوران مونتیال. چرا؟ به خاطر اینکه عادت کردیم به اون شرایط و براش دیگه چیز شده. مثال خیلی چیز، ما خودمون در جمهوری اسلامی مثلا اگر یه اون موقع که شیر بچه چیز بود، اگر مثلا من برای پسرم یه تو جعبه شیر اضافی از سیگار فروشی پیدا میکردم به صورت قاچاق، یک شادی عظیم بود برام و هیچ وقت شک نمیکرد. یعنی پس باید روزه که آقا یعنی چه شیر که آخه دیگه میشه حق بچه از داشته باشه یعنی حالت میکنیم. برگردم به اون از یه بیرون و درون ها، این چیزی که گاهی در داخل میگن آقا اونان که خارجن از بیرون نگاه میکنن به نگاهشون اصالت نداده، اصالت با نگاهش کنه که در داخل دارن. اتفاقا نه، نگاه از بیرون به داخل ایران هم خودش برای خودش اصالتی داره، بخاطر اینکه تو که در داخلی به بسیاری از اموری که اونجا هست برای فامیلارایز شده، ترس برای نهادینه شده، ولی اون که اومده خارج برخورده به نهادها و مکانیزم‌های دیگه، وقتی نگاه میکنه برمیگرده به ایران، این اتفاقی است که آقای من رو شکر کنه برشون الان داره میفته. میبینید ای من چرا تحمل میکردم مثلا فلان مکانیسم رو در داخل. اینه که صبرتون کمه، عصبانیتتون ممکنه زیادتر شد در اون که در داخل رو نه، اصلا اون که نبینه قبط خیلی چیز داره نبینه. پس هر دو نگاه لازمه، این نمیشه چه. حالا یه چیزی داره شوکروفسکی که میگه عادت کردن، خوب گرفتگی، کار آدم، اسباب و لوازم زندگی، خونه آدم رو، زن آدم رو و حتی ترس از جنگ رو فرو میبرن و از بین میبرن. از که من ترجمه سرسری دارم. هنر برای آن است که حسی از زندگی رو ما دوباره پیدا بکنیم. برای آن است که چیزها رو حس کنیم، برای آن است که اینجا باز یکی از اون موانعی که ما به پسوند ایت احتیاج داریم. یه هنر سنگیت سنگ را به آن باز می‌دهد. یعنی چی؟ شما نگاه بکنید در سپهری خودمون. سپهری اتفاقا این جنبه کار هنری و ادبی رو به صورت یه مضمونی در شعر خودش می‌برد دائما. بازی می‌کرد. مثلا یه جا میگه که زندگی چیزی نیست که لب تاخچه عادت از یاد من و تو برود، لب تاخچه عادت. یا مثلا انواع چیزایی که میگه، مثلا میگه که همین که زد شیرش که خیلی معروفه، در گلستانه عجب بوی علفی میآمد. خب ما همیشه در ادبیات کلاسیک مونینا یا چیز طبق عادت دوست داریم ریاحین رو نمیدونم سنبول و اینها باشه، ولی میگه علف. این یک دفعه به شما یک دریچه میگه که آه خود علف خیلی چیز زیبایی که بی علف نمیدونم. خیلی از این چیزا داره. مثلا یه نقل قولی دیگه بکنم از کسی که ابتدا فیلوز مکتب نیست ولی شعر بزرگی از من نویسته و از رو پاهم میگه شعر خبریست که همیشه خبر است. یعنی بسیاری از خبرها رو وقتی میخونید دو روز بعد کنه میشه، ولی شعر همیشه خبره. یعنی که
شما همین امسال چند بار خبر غرق شدن یکی رو در دریای خزر شنیدید؟ شش ماه دیگه کهنه است، همین یا همین فرداش کهنه. ولی شعر نیما رو که میخونید، آیا آدم های یک نفر هر بار که میدونید این بار خبر تازه. حتی در هنرها همه این مثلا این مثالی که شوکروفسکی میزنه میگه حتی عکس های اروتیک، نقاشی های اروتیک، اینها طوری موضوع رو نشون میدن، تن رو نشون میدن که انگار شما برای اولین بار دارید. بالاخره نور پردازی میکنن، نمیدونن آرایش صحنه دارن، همینطوری نمیان دوربین رو همینطور سر در سر بذارن از یک بدنه یک انسان یا عکس بگیرن یا نقاشی میکنن، یه دخالتی توش میکنن. اون دخالتی که به شما این چیز رو میده که انگار اولین باره که حالا اینا چجوری در این ایده رو چجوری در ادبیات به کار میگیرن؟ با توجه به وقت کم در شعر اول چیز بکنیم، لاغت شعر رو عنوان بکنیم، یعنی به قصه و به طور کلی من در زمینه تحول آثار ادبی هم یاد داشته نشده. ببینید من یه نقل قول باید از یاکوبسن براتون بکنم، میگه شعر تجاوز، من دو تا ترجمه از این خوندم، یکی کوهژن هست یکی وایلیشن. نمیدونیم اصل آقای یاکوبسن که از شعر شناسا و به اصطلاح زبان شناسی بسیار مهمی قرن بیستمه چی بوده؟ ولی میگه که کار شعر ترجمان یافته بر زبان معمول است یا در زبان معمول، یعنی این که اگر یه تعبیر دیگه براش دارن میگن که شعر حرکتی است خلاف جهت چیزی که اینها میگن اتومیزم زبان، یعنی در زبان هر روز ما زبانی که اطلاع رسانی با ماش میکنیم این یه حالت اتومیزم پیدا میکنه، یعنی خودکاری خودکار میشه، ولی شعر این کار رو میاد این اتومیزم رو این خودکاری رو به هم میزن. چطور؟ ببینید مثال خیلی ساده، سموش این خط شعر سری میگه تو را من دوست میدارم، تو را من دوست میدارم، خلاف آنچه که در عالم شما نگاه بکنید، تو را مفعول بیواسطه است، معمولا در زبان نرم هنجار معمول زبان فارسی باید بیاد بعد از فاعل و فعل، من یا حداقل بعد از فاعل میگه من تو را دوست دارم، ولی اون وردتش اول یه تشخصی به مفعول بده، من اینجا در درجه های بعدی است. یا حتی این تو را با استفاده از این هجای بلند یه حرکتی داده. همین رو نگاه بکنیم نیما رو این چجوری میده، تو را من چشم در راه هم شد باز اینجا همون اتفاق افتاده دیگه، مفعول اومده اول مضاف به اینکه نیما اصطلاح چشم در راه هم رو به کار داده که استعاره است، اگرچه در زبان معمولی اون چیزی که بهش فرمالیست ها میگن زبان پرکتیکال، زبان عملی به کار داریم، یعنی چشم در راه هم شباه انگام و نگفته شم، چند تا بازی کرده که این حالا مثالی براتون بزنم که این مقداری از یه روشن‌تر ببینید. سعدی یه خط شعری داره میگه که بعد از تو ملاز و ملجعی نیست، هم در تو گریزم هر دو ریزم. اون بعد از تو ملاز و ملجعی نیست زبان اطلاع رسانی، ولی میگه هم در تو گریزم هر دو ریزم. من یه اتفاقی معنوشته دارم روی همه شعر سعدی که یه خلاصه و درافته شد دادم به این آتوستر جان چند وقت میشه، ولی امیدوارم اگه تک میشه براتون بخونم بیرزم. ببینید در درجه اول هم در برخورد اول هم شما میفهمید هم من، هم در تو گریزم هر گریزم. حرف یعنی چی؟
آدم وقتی از این نقطه میگریزه میره به این نقطه دیگه. ولی این چه گریزی است که شما از این میگریزید و بعد دوباره برمیگردید به خودش؟ این فقط اون کار بگیم جادوی زبانی است که در سعدی این کار شعر نه تنها در منطق زبان عملی دست برده بلکه حتی در منطق در عقل سلیم هم دست برده. دریافتی که دریافت شما که بر من بر مبنای یک لوجیک حتی یه هندسه ریاضی و یه هم عقل سلیم دست میداره. چطور ما از جایی میگوزیم در حالی که برد داره داره برمیگرده این طرف خود. حالا نگاه بکنید همین چیز رو رویایی میگه که یه شعری داره میگه او هست هر جا هوا که هست. خب این که رو برده یه جا دیگه جایی که معمول نیست. بعد اینش بگرد نمی گریزم میخواهم نمی توانم بگریزم. نمی گریزم میخواهم اینجا در واقع باید میگفت نه گریختن میخواهم نه گریز نه گریز میخواهم ولی خود فعل رو به صورت هم مصدر به جای مصدر گریختن یا به صورت اسم مصدر گریز میاد دیگه. نمی گریزن میخواهم نمی توانم بگریز. از اون جالبتر یه مثالی که مثل همون عبارت سعدی عزیز این نظر که میخوام براتون بگم که چطور منطق زبان به هم میخوره در شعر. رویایی میگه مادر که میمیرد دیگر نمیمیرد. درد بکنم؟ یعنی جمعه آدمی که میمیره یه مادر است بگه بگیره یه مادر که میمیرد دیگر نمیمیرد. میگیرید یعنی چه؟ خب برای سمبولیست ها وزن و این ها همیشه نماینده یک معنای بود در شد. ولی فرق این ها با سمبولیست ها اینه که میگن نه وزن، جناس، تکرار، همه اینها در شعر اینها درجه دوم نیستن. اینها بخشی از فرم هستن و در مجموع همه اینهاست که شعر ساخته میشه. یه مثال دیگه از ببینید در زبان ما یک واژگان داریم و یه نحو داریم. واژه ها تغییر میکنن در زبان یا حتی واژه های تازه میارم جاش رو میتونه عوض بکنه ولی نحو زبان رو نمیشه به این آسونی حرکت کرد تغییرش کرد. مثلا شما مثلا تبع نحو زبان انگلیسی نمیگید روی این میز به فارسی ها نمیگید روی این میز دو تا کتاب ها هست. در اینکه تو انگلیسی ما رابطه عدد و معدودمون اگر میگید دو بعدا میگید books there are two books on the desk or on desk ولی ما در فارسی میگیم روی میز دو کتاب. اگر شما به فارسی بگید روی میز دو تا یا دو کتاب ها هست میتونید بگید ولی من شنونده فکر میکنم که یا دارید شوخی میکنید یا دارید یه نوع شعر میگید که من نمیدونم چیه مثلای بعدیش رو باید بگید ببینید چی میشه یا اینکه دارید ادای زبان انگلیسی در پس ما نمیتونید. ولی بعضی وقتا میبینید که شاعر این کارو میکنه حتی نحو زبان رو تغییر میده و چیزی که فرمالیست ها بهش اعتقاد داشتن میگفتن که هم عرض کنم که جنبه های مورفولوژیک یعنی آواشناختی زبان و هم سمنتیک یعنی جنبه های معناشناختی زبان شعر اینها در ترکیب اصلا یه نحو خاصی برای شعر ایجاد میکنه. تفاوتشون با سمبولیست ها این حالا یعنی چی؟ اصلا شما اون بیت شاملو یادتونه که میگه حالا اگه من در این یادم نمیاد میگه ما روز را و هنوز را
دوره میکنیم. شب را و هنوز و هنوز هنوز دقت بکنیم که اینجا شامل کاری کرده هنوز که در فارس در زمان ما یک قید هست بهش یک کسبت اسمی داده هنوز را اینجا هنوز اسم نام هست نه قدبه قید شما یه وقتی که میگید که من هنوز مثلا رژیم غذایی دارم ولی اینجا ببینیم بلافاصله تغییر شده با را در زبان ما فارسی در زبان ششان بود که مشخصا را بعد از یک اسم میاد و اسمی که به معنای به با فانکشن مفعول بیواسطه است ولی اینجا شاملو با قید مثلا در این کار سابقه داره در شمس مواردی هست بسیار زیبا ولی البته واقعا قدرتی میخواد این کار و گاهی هم حالا این جوانایی که این روزا شعرهای خیلی چیز میگن آدم نگاه میکنه بیشتر به دهنکجی به زبان میمونه تا اینکه واقعا این جنبه های چیز من چقدر وقت دارم عزیز من آقای این ساعت یه 20 دقیقه 20 دقیقه دیگه وقت دارم جالبه ها اگر خسته شدی من جو تا اگر سوال بذارید بعد سوال و جواب بقیه‌اش رو بگذارید امیدوارم یک به هر حال یک چارچوبی از این به شما داده باشم از اوایل حضرت فرمالیست حالا بذارید بقیه‌اش رو به صورت سوال و جواب مطرح کنیم هر چقدر که وقت داریم ها نمیدونم از هر کنیم